قلعه باستانی در آتش می سوزد و نبرد اوراش به ساعات پایانی خود رسیده. مهاجمان محاصرهش کردند و چیزی به سقوط آن نمانده. شاه پیریشاتی قصد تسلیم شدن ندارد. او تنهاست، هیچ کس همراهیش نکرده، اما برخلاف پادشاهان سرزمین‌های دیگر می‌خواهد بایستد و پیشروی سپاه آشور را متوقف کند. پیشروی سربازانی را که حتی به زبان آوردن نامشان باعث رعب و وحشت می‌شود. ارتشی قدرتمند و مجهز که هیچ سرزمینی در برابرشان توان ایستادگی ندارد. پیریشاتی همه اینها را می‌داند و همچنان بر جای خود مانده تا با آنها بجنگد. شمشی عدد شاه سرزمین آشور بر تخت می نشیند. سال 823 قبل از میلاد است. حدود 2900 سال پیش. او نام سلطنتی خود را به یاد نیاکان بر تخت نشستش شمشی عدد گذاشته و پنجمین شاه آشور به این نام شده. او توانسته شورش ها را سرکوب کند، نزاع‌های خانگی را خاموش و به 4 سال جنگ‌های داخلی پایان دهد و حالا امپراتور قدرتمندترین سرزمین جهان شده و می‌خواهد راه نیاکانش را در پیش بگیرد. حمله به سرزمین‌های اطراف و غارت و باج و خراج گرفتن از آنها. او با سپاهیان خود به سمت شرق و دریاچه ارومیه می‌آید، جایی که اورارتوها به تازگی جا پای آنها گذاشته و سرزمین‌هایی را در این منطقه تصرف کرده‌اند. مناطقی را که پیش از این باجگزار آشوریان بودند. در دوران پدر و پدر بزرگ شمشی عدد، شلمانسر سوم و آشور نصیرپال دوم، پادشاهان قدرتمند آشور که مناطق زیادی را فتح و غارت کرده بودند. آشور نصیرپال دوم، پدر بزرگ شمشی عدد، سال 883 قبل از میلاد حملات خود را آغاز کرده بود. او در استان سلیمانیه امروز عراق دژهای زیادی را به زیر کشیده و تا حدود سنندج پیش آمده بود. سپاه او قلعه ها را ویران و شهرها و روستاها را غارت کرد و اسرای زیادی با خود به سرزمین آشور برد. جانشین او شلمانسر سوم، پدر شمشی عدد، هم حملات او را ادامه داد و پیشتر هم رفت تا سرزمین مادها. او در تعقیب یک شاه شورشی به این سرزمین رسید، یانزی، دست نشانده آشوریان در بخشی از سرزمین‌های فتح شده که شورش کرده و حالا با سرکوب آن به دست آشوریان به سرزمین‌های ماد گریخته بود. شلمانسر سوم در تعقیب او سرزمین‌هایی را فتح و از حاکمان و شاهان آنها خراج گرفت. سپس به سرزمین‌هایی در استان همدان امروز رسید که جزو اتحادیه ماد بودند. مادها در این روزگار قدرت را در اتحاد می‌دیدند. گرچه هنوز مانده بود تا اتحاد بزرگشان را شکل بدهند و 2 قرن بعد از زمان داستان ما آشور را به زیر بکشند. اما در همین دوران هم توانسته بودند با متحد کردن چندین سرزمین دیوار دفاعی محکمی برای خود در منطقه بسازند، البته نه در برابر آشوریان. شلمانسر سوم، پادشاه آشور، در حمله به 2 سرزمین اتحادیه ماد، آرازیاش و خارخار، آنها را ویران کرد. یانزی، شاه شورشی فراری را به اسارت گرفت و به آشور برگشت. او سال بعدش هم لشکرکشی کرد، سپاهش را به سمت شرق راند و از دریاچه وان تا دریاچه ارومیه پیش رفت. پس از او آشور دچار جنگ‌های داخلی شد و همین هم فرصتی به اورارتویی‌ها داد تا از حوالی دریاچه وان قدرت نوظهور خود را آغاز کنند و آن را تا سرزمین‌های اطراف دریاچه ارومیه گسترش دهند. پس شمشی عدد پنجم که بر تخت آشور نشست قصد کرد تا دوباره مثل دوران پدر و پدر بزرگش این سرزمین‌ها را باجگزار آشوریان کند. او در لشکرکشی نخست خود موفق می شود تا دریاچه ارومیه و احتمالاً تا کرانه دریای خزر پیش برود.
پس از این لشکرکشی است که شمشی عدد خود را برای نبرد با مادها آماده می کند. یکی از راه های ورود به مادستان هم گیزیلبونداست، سرزمینی در کوه های قافلانکوه در شمال دشت همدان که امروز شهر میانه در شمال غرب آن قرار دارد. شمشی عدد پنجم می خواهد از جنوب رود قزل اوزن خود را به مادها برساند، پس آماده نبرد با مردمان گیزیلبوندا می شود که سد راه او هستند. درباره این سرزمین اطلاع زیادی نداریم. مجموعه از شهرها و روستاهایی بوده با حاکمانی که انگار متحد نبودند و منافع مستقل خود را پی می گرفتند. هر منطقه سربازانی داشت برای محافظت، البته محافظت در برابر سپاه همسایگان، نه قدرت منظم و مجهزی چون آشور که وقتی جایی نامش به زبان می آمد ترس و اضطراب بر آن ناحیه چیره می شد. سپاهیانی که انگار شکست در کارشان معنایی نداشت، یکی یکی سرزمین ها را فتح کرده، اموال را به غارت برده و برای اهالی آن منطقه باج و خراج سالانه وضع می کردند. هر شهر یا روستایی همیشه دیدبانی بالای کوه ها داشت تا آمدن سپاهیان آشور را با برافروختن آتش علامت دهد. دیدن این علامت برای اهالی آن منطقه به این معنا بود که باید دامهای خود را برداشته و به ارتفاعات کوهستانی فرار کنند و قید بقیه اموال زندگی را بزنند. این نوع از زندگی روال آن روزها بود و کمتر حاکم یا شاهی پیدا می شد که به فکر مقابله با آشوریان بیفتد. اما پیریشاتی چنین فکری در سر دارد. او را سومین پیشوای گیزیلبوندا خواندند، کسی که برخلاف نظر پیشواهای دیگر این سرزمین تصمیم به دفاع در برابر آشور می گیرد. طبق الواح آشوری می دانیم در این منطقه حداقل 4 شاهکنشین وجود داشته: تیتاماشکا در دژ ساسیاشو، کیارا با دژ کارسیبوتو، پیریشاتی به مرکزیت دژ اوراش و انگور در دژ سیبارا. وقتی سال 820 قبل از میلاد سپاه شمشی عدد پنجم پس از فتح و به آتش کشیدن مناطق زیادی خود را به سرزمین‌های گیزیلبوندا می‌رساند، پیریشاتی ساکنان منطقه خود را به همراه سربازان در دژی به نام اوراش گرده هم می‌آورد تا سپاه آشور را متوقف کند. تیتاماشکا و کیارا را دو پیشوایی دانستند که به محض ورود آشوریان سر تسلیم فرود آورده تعدادی اسب بارکش و عرابه را به رسم هدیه نزد شمشی عدد پنجم میبرند تا در امان باشند. اما پیریشاتی فرمان روای سوم تصمیم خود را گرفته و نمیخواهد بازگذار آشور باشد. او درون دژ اوراش آماده نبرد است و میبیند که سپاه بزرگ آشور نزدیک میشود. پیریشاتی تنهاست و نتوانسته بقیه دژها و حاکمان را با خود متحد کند. احتمالاً او سرانجام کسانی را که در برابر آشوریان مقاومت کرده اند شنیده، کسانی چون نور آداد از بخش داگار زاموا که حدود 60 سال قبلش مردمان زیادی را از لولوبیان در کردستان عراق امروز متحد کرد تا نگذارند سپاه آشور سرزمین آنها را فتح کند، اما موفق نشد و دژ فرمان روایش سقوط کرد. پیریشاتی با همه اینها قصد تسلیم شدن ندارد. او با خود چند هزار مرد جنگی دارد و درون قلعه ایست در کوهستانی که تمام راههایش را می داند. امتیاز بزرگی نسبت به حریف دارد و می تواند حتی چند ماه هم محاصره را تاب بیاورد. اما واقعیت این است که این جنگ زیاد طول نمی کشد و شمشی عدد پنجم هم قصد ندارد دژ او را تحت محاصره طولانی مدت قرار دهد. سپاهیان آشور با رسیدن به کنار دژ نبرد را آغاز می کنند و قلعه های کوچک پیرامون اوراش را به زیر می کشند. قلعه اوراش قدیمی است و تاب دژکوب های قوی آشوریان را ندارد. دیوارهای اوراش نهایتا تاب نمی آورند و آشوریان پس از نبرد تن به تن وارد آن می شوند.
نمیدانیم پریشاتی این فرصت را داشته تا به کوهستان بگریزد یا خودش خواسته تا آخرین لحظه در قلعه بماند. هرچه هست او اسیر آشوریان می شود که قطعاً چیزی جز مرگ انتظارش را نمی کشد. بنابه کتیبه آشوری 6000 مرد جنگی در این نبرد کشته می شوند و 1200 نفر به اسارت در می آیند. پریشاتی که در این کتیبه شاه گیزیلبوندا خوانده شده در میان اسراست و به این ترتیب مقاومت او در برابر آشوریان تمام می شود. آشوریان با تصرف قلعه اوراش به سمت چهارمین فرمان روای گیزیلبوندا یعنی انگور می روند که او هم مثل دو پیشوای اول یعنی تیتاماشکا و کیارا می خواهد تسلیم شود تا در امان بماند. پس هدایایی نزد شمشی عدد می فرستد و قلعه خود سیبارا را در اختیار آشوریان می گذارد. دیاکونوف پژوهشگر مشهور روس عقیده دارد که قلعه سیبارا باید جایی در حوالی کرانه شرقی قزل اوزن و نزدیک به زنجان باشد، چرا که آشوریان بعد از تصرف این دژ در دامنه البرز هستند. آنها گیزیلبوندا را مطیع کرده و حالا به سمت سرزمین‌های ماد می‌روند تا دژی را فتح کنند که آن را ساگبیتو خواندند. هاناشیروکا فرمانروای ماد هم مثل پریشاتی خیال تسلیم شدن ندارد. او نخستین حاکم ماد است که نامش به روزگار ما رسیده. داستان او را در ویدیویی دیگر پی خواهیم گرفت.